روشان عباس، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق اویغورها در آمریکا، از کشورهای اسلامی خواست تا اقدامات چین علیه مسلمانان اویغور در این کشور را رصد کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهند. وی در یک بیانیه ویدیویی در این باره گفت: جهان همچنان چشمهای خود را به روی نسل‌کشی مسلمانان اویغور به دست حکومت چین بسته است. این فعال حقوق بشر که مدیر اجرایی کمپین غیردولتی حمایت از اویغورها نیز هست، افزود: اویغورها در چین هدف سرکوب قرار گرفتند و هویت آنها در حال از بین رفتن است. در حال حاضر حدود 3 میلیون اویغور در اردوگاه‌های کار اجباری زندانی شدند. دین آنها به تاراج برده شده و حتی اعضای بدن آنها فروخته می شود. زنان اویغور مورد تجاوز قرار می گیرند و وادار به ازدواج اجباری می شوند. روشان عباس گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل طرح کمربند و جاده چین که همراه با منافع اقتصادی کوتاه مدت است، نسبت به این نسل کشی بی تفاوت می باشند و چین تنها کسی است که واقعا از این وضعیت سود می برد.